کمیته سرمایه‌گذاری و اداره اموال دولتی از ادامه وضع بحرانی کرونا ویروس نگران است. این کمیته از احتمال تا 50% کاهش یافتن سرمایه خارجی به تاجیکستان را پیشگویی می‌کند. ما طرح‌های مشترک سرمایه‌گذاری داریم که بیشتر آنها با جمهوری خلقی خطای است. ولی همچنین می‌خواهم تأکید کنم که واقعا ما انتظار داریم که سرمایه‌گذاری خارجی به تاجیکستان از 30 تا 50% کاهش می‌یابد. فاروخ حمرعلی‌زاده با تکیه به مواد پیشنهاد نموده نهادهای بین‌المللی مالیوی میگوید تخمین می‌شود که تا انتهای سال جاری سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی از 15 تا 40 درصد کاهش یابد. بحران سرمایه‌گذاری خارجی سال آینده نیز ادامه کرده و تا 10 درصد کم شدن آن پیش بینی می‌شود. این بحران به دنبال خود تأخیر اجرای طرح‌های مشترک با سرمایه‌گذاری خارجی را نیز در پی داشته است. در مورد عملشوی سویشنامه‌های سرمایه‌گذاری و لایحه‌های سرمایه‌گذاری دولتی باید قید کرد که آنها بنابر سبب پهنشوی سرایت کووید 19 در جهان و جاری گردیدن محدودیت‌های وابسته به حمل و نقل و در یک قطار لایحه‌های متخصصانی آنها نمی‌توانند به جمهوری تشریف آورند و تجهیزات ضروری را تحویل دهند که تأثیر خود را با تطبیق لایحه‌های عمل کننده البته رسانیده استوده است. در ضمن جناب حمرعلی‌زاده گفت انتظار می‌رود که قسم درآمد بودجه سال آینده تاجیکستان از حساب طرح‌های مشترک سرمایه‌گذاری 1 میلیارد سومانی کاهش یابد. در مجموع با نظرداشت وضع پیش آمده قسم درآمد بودجه سال آینده تاجیکستان 3.7 میلیارد سومانی کم کرده شد. انتظار می‌رود کاهش سرمایه‌گذاری مردم کشور را با افزایش بیکاری، درآمد خانواده‌ها و پست‌شدن سطح زندگی قشر آسیب‌پذیر جامعه روبرو کند.